سلام، نام من مینا است، یک همکار بخش تغذیه از برنامه WIC. در این ویدیو قرار است که یاد بگیرید اهمیت آهن برای سلامتی، غذاهای غنی از آهن و ویتامین C، عاداتی که می تواند بر سطح آهن تاثیر بگذارد. بنابراین بیایید شروع کنیم. آهن چیست؟ آهن یک ماده معدنی است که بدن برای رشد و نمو به آن نیاز دارد. بدن شما از آهن برای ساختن هموگلوبین، یک نوع پروتین در گلوبل های سرخ خون که اکسیژن را از شش ها به تمام قسمت های بدن می رساند، و میوگلوبین، پروتینی که اکسیژن را به ماهیچه ها می رساند، استفاده می کند. بدن شما همچنین برای ساخت برخی هورمون ها به آهن نیاز دارد. آیا شما آهن کافی می گیرید؟ در ایالات متحده اکثر مردم آهن کافی دریافت می کنند. با این وجود تعداد مشخص مردم بیشتر از دیگران در دریافت آهن کافی دچار مشکل می شوند. دختران و زنان نوجوان با عادت ماهوار سنگین، زنان حامله، نوزادان، به خصوص اگر قبل از وقت تولد شده یا کم وزن باشند، کسانی که مکررن خون اهدا می کنند، اشخاص مبتلا به سرطان، اختلالات دستگاه هضمی یا مشکلات قلبی. برخی از اثرات آهن بر سلامتی چیست؟ کمخونی فقر آهن به دلیل سطوح پایین آهن ایجاد می شود و می تواند تأثیر زیادی بر صحت شما داشته باشد. علائم کمخونی فقر آهن شامل ناراحتی های سیستم هضمی، ضعف، خستگی، کمبود انرژی و مشکلات تمرکز و حافظه است. کمخونی فقر آهن همچنان توانایی شما را در امر مبارزه با میکروب‌ها و عفونت‌ها، کار کردن، ورزش کردن و کنترل درجه حرارت بدنتان کاهش می‌دهد. کمبود آهن در ایالات متحده غیر معمول نیست، به ویژه در میان کودکان خردسال، زنان پایین تر از 50 سال و زنان حامله. اکنون که دانستید آهن چیست و برخی از اثرات آهن بر سلامتی کدام ها اند، بیایید غذاهای غنی از آهن و نقش ویتامین C را شناسایی نماییم. در اینجا برخی از غذاهای رایج که سرشار از آهن هستند را معرفی می کنیم. گوشت، تخم مرغ، مرغ و میوه خشک، ماهی، حبوبات مانند لوبیا، عدس، لوبیای گاربانزو و پینت بتر یا مسکه منفلی. غذاهای سرشار از ویتامین C به جذب آهن در بدن کمک می نمایند. میوه های خاندان سیتروس مانند نارنج، لیمو ترش، لیمو و گریپ فروت یا میوه های میان سرخ، آناناس، ام، پاپایا، مرچ دلمه، توت زمینی، کیوی، سبزی کولارد، بروکلی و بادنجان رومی. و اینها برخی از مواد غذایی هستند که جذب آهن را کاهش می دهند. چای، قهوه و نوشابه کافئین دار. مصرف زیاد منابع غنی از کلسیم مانند ماست، شیر و پنیر. حالا ما یک بازی کوچک به نام آنها کجا می روند را انجام می دهیم تا به شما نشان دهیم که برخی از غذاهایی که شما شاید با آنها آشنایی داشته باشید در کدام کاتگوری قرار می گیرند. وقتی هر کدام شامل لیست شد، شما بگویید فکر می کنید این در کدام کاتگوری قرار بگیرد و سپس پاسخ را خواهید دید. ماهی، آهن، جوانه لوبیا، ویتامین C، عدس، آهن، پیاز، ویتامین C، گوشت گاو، بره و بز، آهن، بروکلی، ویتامین C، نخود، آهن، مرچ سرخ، ویتامین C، کرم برگدار، آهن، کرم، ویتامین C، پالک، آهن، بادنجان رومی، ویتامین C، مرغ، آهن، سیر، ویتامین C، لبلبو، آهن، ام، ویتامین C. آفرین، این تمرین به شما کمک میکند که چگونه غذاهای غنی از آهن را شناسایی کنید و اهمیت خوردن آنها همراه با غذاهای غنی از ویتامین C برای جذب بهتر را به یاد بیاورید.
و فراموش نکنید که از استفاده غذاهایی که جذب آهن را کاهش می‌دهند خودداری کنید. در فعالیت بعدی ما می‌خواهیم شناسایی کنیم که کدام غذاهای WIC آهن را به رژیم غذایی شما اضافه می‌کنند. حبوبات: لوبیا، نخود و عدس، پینات بتر یا مسکه ممپلی، سویا، غلجات غنی شده صبحانه از جمله غله‌های مخصوص نوزادان، تخم مرغ، غلجات کامل، طور مثال نان گندم کامل، مکرونی، بلغور، برنج قهوه‌ای و جو دوسره، سبزیجات با برگ سبز تیره رنگ. آیا از دیدن تمام غذاهای سرشار از آهن که می توانید با استفاده از امتیازات WIC خود خریداری کنید حیران شدید؟ خوردن غذاهای غنی از آهن همراه با غذاهای ویتامین C را در پروگرام غذایی روزانه خود در نظر بگیرید. در این ویدیو یاد گرفتید که آهن چیست، چگونه در بدن کار می کند، کدام غذاها سرشار از آهن هستند و چگونه آهن را در بدن خود تقویت کنیم. امیدوارم این ویدیو برای شما مفکوره‌های جدید جهت افزودن غذای غنی از آهن به رژیم غذایی خانواده تان داده باشد. لطفاً به سوالات ارسال شده توسط WIC پاسخ دهید و امتیازات شما به کارتتان اضافه خواهد شد. از توجهتان تشکر.